سازمان العمل اسلامی عراق طی روزهای گذشته و در ایام زیارت میلیونی اربعین حسینی خدمات مختلفی را به زائران شهر مقدس کربلا ارائه داده است. حسن الاسدی معاون دبیرکل سازمان العمل اسلامی در مصاحبه با شیعه ویوز اظهار داشت نیروهای گردان انصار الحسین علیه السلام وابسته به این سازمان وظیفه تأمین امنیت خیابانهای منتهی به حرم مطهر را بر عهده گرفتن و بخش دیگر مشغول حفاظت از مرزهای استان کربلا با دیگر استانهای عراق را بر عهده دارد. نیروهای انصار الحسین علیه السلام همچنین در خطوط مقدم دفاع از عتبات با داعش مقابله می کند. به افزود، سازمان العمل اسلامی برای حمل و نقل زائران نیز خودروهایی در محورهای خارجی شهر مقدس کربلا در نظر گرفته و مشغول خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی است که پس از زیارت اربعین در حال خروج از این شهر مقدس هستند. فعالیت های سازمان عمل اسلامی به چند دسته تقسیم می شود. یک، فعالیت های شاخه نظامی آن که نیروهای مستقر در خط مقدم جبهه داعش می باشند که برادران مجاهدین ما در این روزها غبطه این زیارت را می خورند، ولی همچنان اسلحه به دست از مرزهای کشورشان و مرزهای مقدساتشان دفاع می کنند. و دسته دوم از نیروها هستند که در حاشیه استان کربلا هستند، که در محور غربی کرحالیه می باشد و محور شمال غربی که محور چمالیه هستش و محور شمال شرقی که استان بابل هستش. اضافه بر آن قسمت بازرسی بدنی هستش که در محورهای داخل مدینه، بابل قبله و بابل عباس می باشد، که چیزی در حدود 700 نفر از متطوعین و نیروهای پشتیبانی ما در آنجا مشغول خدمت به زائرین و بازرسی بدنی زائرین هستند. و فعالیت دیگر ما این هستش که تعداد زیادی از ماشین ها را برای نقل زائرین اهم از ون و ماشین های مینیبوس برای نقل زائرین و اخراج آنها نسبت به محاوری که تعیین شده است انجام می دهند.